با به قدرت رسیدن سنی های تندروی طالبان در افغانستان پیروان اهل بیت اسمت و طهارت علیه السلام در این کشور بیش از پیش زیر فشار و تهدید قرار گرفتند بر همین اساس مراجع اعزام تقلید بر اتحاد شیعیان افغانستان تاکید فراوان دارند همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد حجت الاسلام شیخ محمد حاشم صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان که به عراق سفر کرده در جریان دیدارهایش با آیات ازام با آیت الله العظما شیخ محمد اسحاق فیاض در شهر مقدس نجف دیدار کرد در این دیدار حجت الاسلام صالحی ضمن تشکر و قدردانی از کمکهای دفتر آیت الله العظما فیاض برای مردم افغانستان فقر را از مشکلات جدی مردم این کشور به خصوص شیعیان انوان کرد و تاکید نمود که هرچه زودتر باید بحران انسانی در افغانستان اصلاح شود وی همچنین گفت در تغییرات سیاسی جدید و روی کار آمدن حکومت فعلی در افغانستان مطالبات جامعه تشیع از طریق شورای علمای شیعه و با همکاری احزاب و نهادهای دیگر شیعی در حال پیگیری است و بر حقوق اساسی شیعیان به صورت جدی پافشاری شده و رسمیت مذهب شیعه به عنوان خط قرمز مطالبات جامعه تشایو انوان گردیده است. آیت الله العظم و فیاز نیز با اشاره به مشکلات جامعه تشیع از گذشته تا به امروز مهمترین موزل شیعیان افغانستان را عدم اتفاق و وجود اختلافات بیهوده عنوان کرد و بر این نکته تاکید کرد که چاره جز اتحاد وجود ندارد. وی همچنین تصریح کرد که در این بره حساس حفظ جان مسلمانان و پرهیز از خشونت و جنگ برای افغانستان ضروری است. پیش از این نیز آیت الله سید علی سیستانی گفته بود امروز وظیفه اغنیا و ثروتمندان جامعه است تا بیشتر از گذشته فقرا و نیازمندان را یاری کنند. ایشان ضمن اشاره به مشکلات مشترک فراوان مردم عراق و افغانستان بر ضرورت هوشمندی هرچه بیشتر مردم و علما تاکید کرده و افسودن در این شرایط انتظارت از مرجعیت بالاتر رفته و احتیاجات افزایش یافته لذا وظیفه اولمانی سنگین تر شده است گفتنیست مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی دام از نیز در چند سال اخیر همواره بر حمایت از شیعیان مظلوم افغانستان تاکید کردند